میدانهای نبرد داغ، اما نیروهای امنیتی کشور از نبود تجهیزات نظامی شکایت دارند. حتی این که در برخی مواقع عدم تجهیزات سبب شده تا شمار ولسوالی های کشور به دست مخالفین سقوط کند. کشورهای ناتو به رهبری آمریکا هم چندان علاقمندی به تجهیز نظامیان کشور ندارند، ولی روسیه یگانه کشوری است که تا اکنون چندین بار خودش پیشنهاد تجهیزات پیشرفته نظامی به سربازان افغان داده است. ما آماده هستیم که به درخواست رئیس جمهور افغانستان چندین بال هلیکوپتر Mi-35 را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار دهیم. علاوه بر این هلیکوپترها، مسکو آماده است تا بیش از 10,000 میل کلاشنکوف ساخته جدید روسیه را در اختیار سربازان افغان قرار دهد. آقای کابلوف همچنان تأکید کرده است این تجهیزات سربازان افغان را کمک خواهد کرد تا در نبرد علیه گروه‌های هراس افغان موفقانه عمل کنند. رئیس جمهور روسیه در نظر دارد تا برخی جت‌های جنگی نو یاگ 130 را که یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های روسی است در اختیار نظامیان افغان قرار دهد. اما این برمیگردد بر این که نیروهای هوایی افغانستان باید در روسیه آموزش ببینند تا چگونگی استفاده از این تجهیزات را بیاموزند. در این حال وزارت دفاع ملی میگوید تمامی کشورهای منطقه باید در امر مبارزه با تروریسم افغانستان را همکاری کند، زیرا جنگ در افغانستان جهانی است. اگر روسیه هم کنند افغانستان کدام مشکلی ندارند، لبایک میگن اینا اگر کمک میکنه کمکشان خوبتر است. چین باید هم کمک کنه، هندوستان، چین، پاکستان، ایران، تمام ممالک دور پیش افغانستان باید افغانستان کمک کنه. از جانب هم رسانه‌های هندی گزارش دادند مشاور امنیت ملی افغانستان و معین سیاسی وزارت خارجه این کشور در دیدار با نخست وزیر هند درخواست هلیکوپترهای جنگی را کرده، که نخست وزیر هند این درخواست آنان را پذیرفته و وعده کرده است که در آینده نزدیک 4 بال هلیکوپتر جنگی را در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهد داد.